بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید، با سلام گرم و صمیمانه به شما. امیدوارم خوب و سرحال باشید. سیما بهاری هستم، با همکارم جمیل فرزان در خدمتتون هستیم از برنامه روانشناسی برای همه. میدونید که در چند برنامه گذشته در رابطه با تعرض جنسی به زنان صحبت کردیم، آزارها و آسیبهای این مسئله رو یه مقدار مورد صحبت قرار دادیم، رسیدیم به تعرض جنسی به کودکان. در برنامه های گذشته در رابطه با همین موضوع هم در مورد تعرض جنسی به کودکان صحبت کردیم، یه مقدار راجع به آسیب هایی که میتونه وارد به کودک بشه صحبت کردیم و در مورد آموزشی که والدین میتونن به کودکان بدن. در برنامه امروز در مورد کودک همسری صحبت میکنیم و از خطرات اون، از تأثیرات روحی و روانی اون صحبت میکنیم، با این امید که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفت بگیره. و اینو بگم همینجا، تشکر کنم از بینندگانی که برای ما یه وقتایی صوت میذارن، برای ما یه وقتایی سوال میفرستن. ما حتما سعی میکنیم توی برنامه های مختلف که مربوط به سوالاتشون هست به اونها پاسخ بدیم. حتما برای دکتر بابک هم این سوالات یا موضوعات رو یا میفرستیم یا حتما خود شما هم میتونید بفرستید. و اما اجازه بدید که صحبتی بکنیم، سلامی بکنیم به دکتر بابک و برنامه‌مون رو شروع کنیم. سلام میکنم به شما دکتر میترا بابک عزیز و امیدوارم که شما هم سرحال باشید و با هم بتونیم برنامه خوبی رو پیش ببریم. حتما، طبق معمول برای برنامه ها من همیشه سرحالم و با تمام وجودم صحبت میکنم و خیلی هم خوشحالم که موضوع این هفته مونو گذاشتیم برای کودک همسری. موضوعی که فکر میکنم خود گفتنش یه مقدار سنگینه برای آدم، کودک همسری. خب شروع میکنیم به مسئله کودک همسری. اصلا کلن این پدیده یعنی چی؟ کودک یعنی چی؟ تو چه سنی میتونیم بگیم کودک؟ و این کودکی که زیر این سنیه که الان ما تعریفش میکنیم میتونه بشه همسر؟ دقیقا. خوشبختانه پیمان نامه حقوق بشر کودک رو کرد زیر 18 سال. یعنی ما قبلا میگفتیم کودک، نوجوان، جوان، ولی با معضلات و مصیبت‌های بسیار زیاد روانشناختی و همچنین جامعه شناسی، متاسفانه و خوشبختانه متوجه شدیم که چقدر این مسئله مهمه. واقعا آیا 15 ساله، 14 ساله، 17 ساله آیا هنوز کودک نیست به خاطر مغزش و اون رشد و نمو به مغزش؟ و خوشبختانه قانون تغییر کرد. در دنیا سالی 12 میلیون کودک دارن کودک همسری میکنن، یعنی کودک رو اجبار میکنن به همسری، با اینکه قانون بین المللی تغییر کرده. جمهوری اسلامی هم این پیمان نامه رو امضا کرده، ولی یه تبصره گذاشته با زرنگی تمام که اگر که احیانا به قانون شرعی ما نخوره ما برگزار نمیکنیم یا اجرا نمیکنیم این قانون. یعنی این تبصره باعث شد که دستش باز باشه و کودک همسری همچنان ادامه پیدا کنه. ما وقتی ما میگیم کودک، واقعا داریم از یک کودک معصوم صحبت میکنیم که باید دنیای کودکی خودش رو تجربه بکنه، شادیها، غمها، بازیهای خیلی زیاد، عشق و محبت بگیره، همه اینا رو امنیت بگیره، آسایش خاطر بگیره. همه اینا رو متاسفانه ما در بسیاری از خانه ها میبینیم که به طور کلی به کودک داده نمیشه که هیچ، بلکه کودک رو اجبار میکنن به همسری. ببینیم عایشه وقتی که ازدواج کرد با محمد 9 ساله بود، ولی وقتی که 6-7 ساله بود محمد عاشق عایشه میشه. عایشه ای که داشته با بچه ها عروسک بازی میکرده و رفیق و به نوعی دختر برادرش، برادر نخونی ولی برادر دینیش میده، و چون عاشق، چون بسیار زیبارو بوده و چون عاشقش میشه میگه به ابوبکر پدر عایشه و بعد قبول نمیکنه، میگه این بچه است. و 9 سالگی محمد در بستر میبره عایشه رو و همیشه عایشه رو تو جنگ ها هم رو دوشش میذاشته و با خودش میبرده. یعنی همیشه عاشقانه، غیر از تمام زنهای دیگه، عاشقانه عایشه رو دوست میداشته.
وقتی که ما یه همچین معضل بسیار جدی شرقی و عرفی و سنتی داریم در دینی که بهش اعتقاد دارن، کار رو بسیار خطرناک دارن. در اکثر کشورهای آفریقایی مثل نیجریا، این کشورهای اسلامی هست که تعداد کودک همسریشون بسیار زیاده. پس زمینه رو وقتی نگاه میکنیم، ریشه رو وقتی نگاه میکنیم، میبینیم ریشه اعتقادی و ریشه مذهبی چقدر هنوز همچنان پافشاری میکنه و جایگزینه و اجازه عقل و شعور و انسانیت و اخلاق رو از انسانها میگیره، به خاطر اینکه شرعش و عرفش داره میگه این کار اشکال نداره. در زمان شاه در گذشته 15 سالگی و 18 سالگی بود ازدواج دختر و پسر، ولی در زمان جمهوری اسلامی حتی آوردنش به 9 سالگی، یعنی دقیقا سن عایشه رو آوردن، و بعد با مخالفت‌های خیلی زیاد درون و خارج از کشور مخصوصا قانون تغییرات کرد. اما برگردیم به مسئله خود کودک همسری. کودک وقتی که بهش میگیم کودک، این کودکی ازش گرفته میشه و بعد حال باید وارد یک دنیای زناشویی بشه. حالا شما فکر بکنید، کودکی که هنوز کودکیش رو به اندازه کافی نکرده، حال باید بره وارد زندگی زناشویی خودش بشه، با مردی که سالیان سال از خودش بزرگتره و هیچ آشنایی نه از بستر زناشویی داره و نه از آمیزش زناشویی آگاهی داره، و همچنین جسم این کودک، واژن این کودک، جسم این کودک یعنی هم روح و روانش و هم جسم این کودک بسیار ناتوانه و هنوز به رشد بلوغ خودش نرسیده، به رشد کامل خودش نرسیده، و حال یک دفعه بندازنش تو حجله و شب زفافش. شما نگاه کنید چقدر وحشتناکه، چقدر ترسناکه با مردی که جای پدره، حتی اگر 7-8 سال بزرگتره فرق نمی کنه، حتی اگر کودک همسر این کودک دختر یک کودک پسره. ما فراموش نکنیم کودک همسری فقط برای دختر نیست، کودک همسری برای پسر هم هست. پسری که 15 سالشه هنوز کودکه، هنوز نمیفهمه که اصلا زندگی زناشویی یعنی چی، سکس یعنی چی، حتی دنیای زن یعنی چی، و داشتن یک همچین مسئولیت سنگین همسرداری به این دو نفر داده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه شرعش داره میگه گناه نکنن، عرفش داره میگه زود باید ازدواج کنن که گناه نکنن. شما نگاه کنید وارد چه گناه، به قول خودشون حالا کبیره ای میشن، چه گناه بزرگی میشن که این چنین میخوان به فرض جلوی گناه رو بگیرن. پسر بچه‌ای که تو سن 15 سالگی ازدواجش میدن، زنش میدن، طبیعتاً خیلی نه مسئولیت میفهمه و طبیعتاً یه خورده که به خودش میاد حالا میخواد عاشق بشه، حالا میخواد بره دنیای اطراف خودش رو پیدا کنه، همچنین دختر، و همین باعث میشه سرخوردگیش جدید عاطفی بهشون دست بده. حالا یه بخشش برای دختر آسیب جسمیه، و بعد یادتون باشه دختر بچه حامله میشه، چون دختر بچه هایی که هنوز عادت ماهانه نشدن و اینها رو به عقد کسی دیگه در آوردن. یعنی شما حساب کنید جنایت و کودک آزاری تا چه حدش معمول و نرمال در کشورهایی مثل کشور ما، مثل افغانستان، و اکثرا در کشورهای اسلامی. در گذشته حتی دربار هم دختر 13-14 ساله شوهر میدادن، ولی گذشت. اینا از این مراحل بسیار راحت گذشتن و قوانین خیلی متفاوت شده، اما در کشورهای ما اصلا ملاحظه نمی کنن. بخش دیگر، بخش فقر خیلی زیاد، اعتیاد خیلی زیاد، تعداد بیش از حد بچه دار شدن، فروختن بچه، یعنی انقدر معضل در این حاشیه های این شهرنشین ها انقدر فراوانه که ما واقعا، من به عنوان یک فردی که تخصصم اینه، وقتی میشینم تحقیق و پژوهشگری میکنم اشک از چشام جاری میشه که آخر تا به کی چنین شتابان.
تا به کی ما باید شاهد این جنایت ها در قرن 21 باشیم در کشورهایی مثل کشور خودمون، کشور افغانستان. ولی وقتی عمق مسئله رو نگاه میکنم و فاجعه رو نگاه میکنیم، ببینیم فاجعه از این ایدئولوژی که تو مغز توی نوعی حک شده است داره میاد. بخشش فقر اقتصادیه، بخش دیگهش نادانی و بیسوادیه، بخش دیگهش اعتیاده، اما بخش عظیم و بسیار خطرناکش همون بخش اعتقاده. اعتقاد وقتی تو داری، وقتی با صراحت و با وقاحت تمام این چنین صحبت کنن که حق داره دختر باید ازدواج بکنه، حتی زن در مجلس این چنین صحبت کنن، پس وقتی عمیق نگاه میکنیم میبینیم معضل خیلی جدیه. حالا فرض کنیم که این کودک ازدواجش دادن، یادتون باشه دختر بچه دوست داره عروسک بازی کنه، حتی عایشه وقتی محمد میبرتش تو 9 سالگی عقد میکنه و عروسی میکنه میبرتش، عروسکاش هم با خودش میبره که محمد بعضی وقتا میشسته با این عروسک بازی هم میکرده. شما فاجعه رو شما نگاه کنین، پیدوفایلی رو نگاه کنین، تا کی ما باید خفه بشیم صدامون در نیاد، بترسیم از این موزلات بسیار جدی ادیان؟ یعنی انقدر این کودک بوده که هنوز نمیدونسته وارد زندگی زناشویی شده و محمد پیامبر بعد میشسته عروسک بازی باهاش میکرده، هنوز داره ادامه پیدا کرده، هنوز بعد از بیش از 1400 سال این فاجعه ما همچنان ادامه داره. حال نگاه کنیم ببینیم این بچه حامله میشه، ما داریم بچه 9 ساله 10 ساله که پریود شده حامله شده در افغانستان، در ایران. بچه ممکنه سخت جنین بکنه، سخت بشه و خطر خیلی جدی داره برای مادر. بچه ممکنه ناقص به دنیا بیاد، مادر ممکنه سرزا، بسیاری از مادرها سرزا میمیرن از نظر فیزیکی چون آمادگی ندارن، و حتی شب زفاف بسیاری از بچه ها، این کودکان بینوا، آسیب های خیلی جدی، پارگی های خیلی وحشتناک داشتن. شما حساب کنین حالا دختر بچه ای که با یه همچین آزاری بالغش ازدواج میکنه، میترسه از شب زفافش اگر تجربه و آگاهی نداره، وای به حال کودک. و بعد این کودک آسیب جنسی جسمی هم خورده، پاره شده، درد، سوزش خیلی شدید، و مرد نادان بیشعور که اومده کودک همسری کرده که اصلا اهمیت نمیده به جسم و روان این کودک، فقط میخواد نیاز جنسی خودش رو ارضا بکنه، این کودک چه آسیب جنسی میخوره. یعنی از هر چی سکس متنفر میشه. همیشه هم که از کودکی بهش گفتن مواظب باش باکر، الان پردت میریزه، وای شب زفاف چقدر ترسناک و دردناکه، اینا همه وحشتهایی که از قبل داشته، حال با یه همچین وحشیگری از همسرش چطور میتونه دیگه لذت جنسی ببره؟ از اون طرف هم که میدونین هنوز دارن دختر رو ختنه میکنن، یعنی نقص عضوش میکنن، یعنی جایی که کودک میتونه، دختر میتونه تحریک بشه و ارضا بشه رو ازش میگیرن هنوز، و بعد شوهرش هم میدن. شما حساب کنین ببینین چقدر این دختر بچه ضربه روحی میخوره، ضربه جنسی میخوره، و حال میخواد مادر بشه. این که نه کالای ازدواج بود، کالای مادری هم نبود، حال حالا باید مادرم بشه. چطور میتونه به راحتی با خوشحالی به این کودک نونهال خودش با خوشحالی شیر بده؟ متنفر میشه، یعنی افسردگی بعد از زایمانش بسیار شدتش شدیدتر میشه، منزجر میشه. ما داریم مادرانی که افسردگی بعد از زایمان، نه حتی کودک همسر، حتی بالغ بودن، کودک خودشون رو حتی به قتل رسوندن چون افسردگی شدید پیدا کردن. شما حساب کنی حالا این کودک معصوم که این همه بهش اجحاف شده، حالا یه پیش بغل هم گذاشتن تو بغلش که حالا این بچه رو نمیخواد، و چه کتک هایی باید بخوره که چرا بچه تو نمیخواد؟ و اگر بچهش هم پسره دیگه چی میخوای؟ پسردار هم که شدی، از هر چی مرده که بیزار شده، حال پسردار هم شده، و حتی اگر دختردار هم شده متنفر از اینه که یه دختر بدبخت رو به این دنیا آورد، منزجر میشه از دختر، منزجر میشه از اینه که تو هم پسری، فردا میخوای دخترای دیگر رو آزار و اذیت بدی. یعنی ببینین روحی روانی، بله چقدر این دختر آزار.
بله، من صحبت شما رو قطع نکردم، چون همه نکاتی رو که مطرح کردین در واقع نکاتیه که نوشته بودم که میخواستم لابلای صحبت رو بپرسم، ولی خب خیلی خوبه که شما ادامه دادید. منتها من میدونم که شما هم با کیسای ایرانی سر و کار دارید، هم افغانی توی صحبتاتون خیلی وقتا گفتین. چقدر گستردگی داره این تو جوامع؟ یه بخشش مثلا گفتید بالاخره اعتقاداته، یه بخشش ناآگاهیه، خب فقره، این چقدر گسترده میکنه این امر رو؟ خیلی شدیدتر. ببین، زمانی که من سواد کافی ندارم، زمانی که فقر اقتصادی داره بیداد میکنه، من اون شعور و آگاهی رو ندارم که جلوگیری کنم. بچه پشت بچه. شما نگاه کنید، جمعیت ایران در عرض 42 سال بیشتر از دو برابر شده. این فاجعه است برای یک مملکتی. بعد خانم نماینده با وقاحت تمام میگه باید ترویج بکنیم بچه داری رو. اینا فاجعه است. از اون طرفم وقتی که نگاه میکنه میبینه که نمیتونه نون بچهش رو بده، پس بهتره که شوهرش بده، بره یه جای دیگه غذا بخوره، به جای یه جای دیگه شکمش سیر بشه، ولی خبر نداره که این دختر رو کشت و زیر شکم کسی دیگر رو پر کرد و آسایش بهش داد. این آگاهی رو نداره، آگاهی از این جنایت نداره. حتی اگر این بلا سر خودش اومده، این بلا رو دقیقا تحویل دختر خودشم میده. ما چقدر از مراجعین خود من، چقدر من شنیدم که کودک همسری داشتن خودشون، چقدر آزار دیدن، آزار جنسی دیدن، همه اینا، و دختر خودش رو زود شوهر میده. یعنی نگاه کنین، اشتباه رو با اشتباه ادامه میده. زمانی که مدیریت یک کشور نباشه، طبیعتاً آگاهی کمتر میشه، بیسوادی داره بیشتر میشه در جامعه افغانستان. در جامعه افغانستان از ما داره میره جلوتر. افغانستان الان مسئله حجاب مثل ایران نیست. شما در تلویزیون افغانستان هر هفته برنامه دارم، به راحتی همینجوری نشستم، همینجوری میشینم در تلویزیون افغانستان. آیا در ایران ما یه همچین چیزی رو داریم؟ یعنی شما نگاه کنین، افغانستان با این همه مصیبتی که داشته از ما داره جلوتر میره. فاجعه جمهوری اسلامیه که بیشتر اتفاقا ترویج میکنه این جنایت رو، کودک آزاری رو. اصلا کودک آزاری نمیفهمه. زمانی که خمینی تو رسالش، یا امثال خمینی تو رساله هاشو نوشتن، با کودک شیرخواره هم میتونی خودتو ارضا کنی، اینا اصلا شعور اینا ندارن، اصلا انسانیت و اخلاق اینا ندارن که بتونن درک بکنن اصلا وجود زن. و زن اصلا ارزش نداره. این زن فاتی کمانده ها خودشون رو دارن گول میزنن. برن کامل قرآنشون رو بخونن، سوره نساشون رو کاملتر و دقیقتر بخونن، ببینن آیا واقعا زن در مقام اسلام کدوم ارزشی زن نداره. زمانی که یه همچین معضلی هست در کشورهایی مثل کشورهای اسلامی، مثل کشور افغانستان، کشور ایران، مخصوصا در مناطق بلوچستان، در مناطق محروم، ما این فاجعه کودک همسری رو بسیار زیاد میبینیم. یادتون میاد پارسال یه پسر مرد 27-28 ساله یه دختر بچه 10 ساله رو بغل هم گذاشته بودن، داشتن عقدشون میکردن که من پستش کردم، و ما دنیای مجازی خیلی شلوغ کرد و خوشبختانه رفتن و جلوی این ازدواج رو گرفتن. در بوی رحمت بود. بچه های دیگه هم دست میزدن شلوغ میکردن که این بله بگه، سه بار بعد آخوند بخونه تا این بله بگه. این دختر بچه معصوم نشسته بود. ما این فاجعه پارسال اتفاق افتاد. آمار دقت کنید، ببین من نوشتم آماری که خود جمهوری اسلامی، تازه یادتون باشه بانک مرکزی آمار جمهوری اسلامی که آمار نیستش، آماری که داره میگه تو فقط همین سال 98 4460 تا کودک همسری داشتن، فقط تو سال 98. شما حساب کنید در طول این تاریخ، تاریخ جمهوری ننگین اسلامی، ما چقدر کودک همسری داشتیم. موزل خیلی عمیقه. موزل مسئله ایدئولوژیه در درجه اول. در درجه دوم فقر اقتصادی شدید ملت، مردم نداشتن آگاهی سالمه و نداشتن مدیریت یک نظام سالم. بله، در مورد قانون و حمایت قانون حتما تو برنامه بعدیمون، چون میخوایم راجع به اینا صحبت بکنیم، برمیگردیم و
حتما تو این مورد معینم مسئله پیش میاد و بیشتر صحبت میکنیم. اما وقتی که گفتیم خود جمهوری اسلامی فضایی رو درست میکنه، حالا مثلا به صورت مثال فضایی رو ایجاد میکنه، اون فضای ناامن، یادمه در مورد فرزند خواندگی که میشه عقد کرد که خیلی صحبت بود و خیلی صحبت در موردش شد که چقدر فضای ناامنی برای اون کودکی ایجاد میشه که به فرزند خواندگی پذیرفته شده و میتونه به مرور بشه همسر پدرش. راجب این موضوع فکر میکنم خوبه که یه مقدار صحبت بکنیم، قانون و حمایت قانون و گوشه هایی از قانون که چه اتفاقاتی میتونه بیفته. این جنایت نیست که تو فرزندی رو به فرزند خواندگی بگیری ولی چون فرزند خودت نیست باهاش رابطه جنسی برقرار کنی و همسرت کنی؟ شما نگاه کنین کدوم اخلاق این رو میپذیره؟ ولی اخلاق دین اسلام اینو میپذیره؟ آیا این اخلاقه؟ این جنایت نیست که تو بچه معصوم و برداشتی آوردی فرزند خوانده خودت کردی؟ شما نگاه کنید محمد زن پسر خوانده خودش رو یه روز میره میبینه این بزرگتر شده، چقدر زیباتر شده، و به پسر خوانده خودش میگه من از زن تو خیلی خوشم اومده، و پسر خوانده نادانش میره به زنش میگه چون محمد رسول الله از تو خوشش اومده و میخواد تو به همسریش در بیای، من تو رو طلاق میدم که به همسری او در، چون محمد او پیامبره. فاجعه رو شما نگاه کنید. ولی ما از 1400 سال پیش صحبت نمی کنیم که الان داریم صحبت میکنیم، ولی ریشه از اونجا داره میاد. زمانی که محمد با پسر خواند، با عروس خودش که پسر خواندش بوده، چون خونی نبوده، طبیعتاً عزیزم در قرن 21 هم طرفی که شرعی داره فکر میکنه، مذهبی داره فکر میکنه و به نفعش حالا مذهبی هم فکر کنه، یه همچین جنایت هایی رو، بی اخلاقی رو به راحتی میتونه انجام بده. اینجا زمان زمانیه که من و توی نوعی به انسانیت، به شرف، به اخلاق و اصول فکر کنیم به جای تزریق شده هر عقیده. بله، نمیدونم فرصتمون هست که بخوام 3 دقیقه فرصت داریم، اجازه بدید ببینم نکاتی رو که یادداشت کردم چی رو میتونیم اینجا بگنجونیم. در مورد خرید و فروش کودک یه اشاره ای کردین، منظورتون چیه؟ ببینید الان متاسفانه خیلی وقتا پدر معتاده، مادر معتاده، اصلا با تجاوز بچه دار شدن. میدونین الان ما چقدر بچه سخت شده و کورتا شده که تو خیابون تو زباله میندازن میبینیم؟ این چند تایی که توی دنیای مجازی خبرش میرسه اینا فقط شانسیه، باقیش خیلی خیلی زیاده. حال حتی ما نبا تجاوز، زمانی که فقر اقتصادی داره بیداد میکنه، من حالا دختر دارم که میتونم لااقل دخترم رو اگر بفروشم میتونم باقی بچه ها رو شکمشون رو سیر کنم یا اعتیاد خودم رو تامین بکنم، و طرف نامرد ناانسان بیشرف میاد این دختر رو میخره. ما الان اعضای بدن فروش رو هم داریم، فراموش نکنید که این بچه ها رو میبرن اعضای بدنش رو، یا انسانهای بالغتر رو. حتی ما جنایت در ایران داره بیداد میکنه و اکثرنش هم مافیای خود جمهوری اسلامیه پشت صحنش. وقتی که دختر بچه تو میفروشی، تو دیگه احساسی نداری، آدم معتاد دیگه نمیتونه، عشقی زندگیش همه کسش میشه اون اعتیادش و تامین اعتیادش. و یا زنی که همش بهش تجاوز شده، حالا چه با شوهرش چه با 10 نفر دیگه و حامله شده، احساس دیگه به این بچه های بچه هاش نداره، به راحتی میتونه بفروشه. این فقر اقتصادی باعث میشه که عاطفه منم از بین بره و من دست به یک من پدر و من مادر دست به چنین جنایت هایی بزنم. فراوان ما داریم پدر و مادر و مخصوصا پدرهایی که دختر بچه هاشونو دارن میفروشن. بله، خیلی فاجعه است واقعا. وقت برنامه‌مون الان تموم شده. توی برنامه آیندهمون قبلا قول داده بودیم، گفته بودیم در مورد مسئله آزارها و تعرضات جنسی به کودکان، نقش خانواده، نقش فرهنگ، مذهب، جامعه مذهبی،
نقش قانون و دولت صحبت خواهیم کرد. فکر کنم که همینو میتونیم ادامه بدیم و پی بگیریم در برنامه آینده. حتما حتما. شب و روز شما خوش. با امیدوارم روز به روز آگاه تر و با وجدان تر بشید. خیلی متشکر از شما بینندگان گرامی. گفتگوی ما رو میشنیدید با دکتر میترا بابک در رابطه با کودک همسری و خطرات ناشی از اون، تاثیرات روحی روانی که بر کودک میذاره. در برنامه آینده در مورد نقش خانواده، نقش قانون، نقش مذهب، اینا در مورد این نکات صحبت میکنیم در رابطه با کودک آزاری جنسی، با این امید که شما رو همراه داشته باشیم. این برنامه رو به پایان میبریم. من سیما بهاری و همکارم جمیل فرزان برای شما ساعات و لحظه های خوبی آرزومندیم. شاد و سربلند باشید.